مهمان من در این برنامه به عبارت دیگر در مرداد سال 1395 برای انجام تحقیقاتی در خصوص حکومتداری سلسله قاجار برای تز دکترایش به ایران رفت، ولی سر از زندان اوین درآورد، جایی که بیش از 3 سال محل سکونتش شد. ماموران امنیتی ایران ژیو وانگ، دانشجوی چینی امریکایی را به اتهام جاسوسی تحویل دادگاهی دادند که او را به 10 سال زندان بدون حق تجدید نظر محکوم کرد. او بالاخره در آذر 98 در مقابل آزادی یک بیولوژیست ایرانی زندانی در امریکا آزاد شد. ژیو وانگ که زمانی به بهبود روابط ایران و امریکا خوشبین بود و این را در زندان به بازجویانش هم گفته بود، حالا میگوید از دید حکومتگران ایران بهبود روابط به امریکا برای بقای نظام خطرناک است و رهبران جمهوری اسلامی در مقابل هر گونه تلاشی در این جهت می‌ایستند. زندان اوین چه درسی به او داده که به چنین نتیجه رسیده است؟ آقای ژیو وانگ، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. شما آقای وانگ اولین بار در بهمن 1394 به ایران رفتید و تا آخر اسفند هم در ایران موندید. اون موقع در ایران چه کار میکردید؟ من اون موقع در مؤسسه دهخدا تو تهران زبان فارسی یاد میگرفتم و هم کتابخانه ملی ایران میرفتم، اینجا تحقیق میکردم. بله. شما اون وقت در اردیبهشت دوباره به ایران برگشتید. آیا تا 17 مرداد که شما رو بازداشت کردن، یعنی 3 ماه به طور ممتد در ایران بودید؟ بله بله، من هیچ جای دیگه بیرون از تهران نرفتم، فقط تو تهران در ارشیف وزارت خارجه و ارشیف ملی با اجازه دولت ایران تحقیق میکردم. خب، یعنی در واقع اون سفر اولتون هیچ مزاحم شما نشدن و هیچ سوال و جوابی هم از شما نکردن. خب حالا چطور شما رو بازداشت کردن؟ یعنی چطوری شما رو بازداشت کردن؟ کجا بودید وقتی که شما رو بازداشت کردن؟ روزی که من چند ساعت پیش از این که من باید برگردم به آمریکا، این کسی به من زنگ زد، به من گفت که من پلیس ایرانی هستم، بیا شما بیا با گذرنامه‌تون و کامپیوترتون دیپلماتیک پلیس تو خیابان وصال، ما سوال داریم از شما. و من رفتم اونجا و 3-4 ساعت از من سوال می‌پرسیدن، 2-3 نفر، و گذرنامه منو و کامپیوتر من، لپتاپ منو مصادره هم کردن. خب حالا سوالشون چی بود از شما؟ چی می‌خواستن از شما؟ و در اول فقط به من گفت که ما میخواییم ببینیم که شما دقیقاً چی کار کردی تو ایران، آیا واقعاً دانشجو یا پژوهشگر هستید. همینجوری من بدون گذرنامه تو تهران 18 روز دیگه موندم قبل از این که من بازداشت بشم. وقت رفتار بازجوها با شما چطور بود؟ در اول مشکل نداشتم، من فقط فکر میکردم که واقعا پلیس از من چند تا سوال داشتن و موقعی که میفهمن من کاری علیه ایران، علیه قانون ایران نکردم، میذارن من برم کشور خودمان. برای اینجوری نبود. یعنی در واقع شما در همون خیابون وصال که شما رو بردن بازجویی کردند، بازجوی اول، بعد شما آزاد کردن، رفتین برگشتین به خونتون و دوباره از شما خواستن برین. کی شما رو اون وقت بردن به در واقع بازداشت کردن، یعنی نگرتون داشتن؟ در روز 7 آگوست 7 اوت
به من یک زنگ زد، یه مترجم. اون موقع فارسی من خیلی خوب نبود. یه مترجم با این بازجو به من زنگ زد، گفت بیا اینجا آزادی، هتل آزادی، ما چند تا سوال دیگه داریم. من رفتم اونجا در هتل آزادی توی سویت. این بازجو اونجا بود با مترجم و به من گفت که ما تصمیم گرفتیم که شما کاری اله قانون ایران نکردی، ما میذاریم که شما بری خونه، ولی ما باید شما رو ببریم به فرودگاه. و من هم به خانومم و سفارت سوئیس زنگ زدم، بهشون گفتم که پلیس ایران به من گفت که میذارن من برم خونه، یعنی آمریکا. و ولی به جای فرودگاه منو بردن زندان اوین، زندان 209، بازداشتگاه وزارت اطلاعات. بسیار خوب. حالا وقتی که رفتین اوین، اون وقت نوع بازجویی شما تغییر کرد و از شما خواستن که شما اعتراف بکنید که علیه، یعنی در ایران جاسوسی میکردید، درسته؟ بله بله. در اولین 18 روز من که 209 بودم، تو انفرادی بودم و در اون موقع فقط سوال عادی مثل سوال‌هایی که بیرون از من پرسیدن. و در 18 روز بعد یه مصاحبه از من گرفت، تو اینترنت هم پیدا میشه الان. و بعد از این منو از سلول انفرادی بردن بیرون توی سلول عمومی و 10 روز همینجوری گذشت و دوباره بازجویی شروع شد. از من پرسید، از من خواستن این بازجوها که من اعتراف کنم به جاسوس بودن، به جاسوس آمریکایی بودن. به من گفت که شما باید اعتراف کنید، اگه اعتراف نکنی مطمئن باش که نمیتونی دوباره زن و بچه تو ببینید، نمیتونی پاه تو به خاک آمریکا بذارید. ما و شما برگردید به انفرادی تا اعتراف کنید. ما خیلی صبر داریم که شما اعتراف کنید و ما میخواهیم با آمریکا معامله کنیم و شما باید جاسوس باشه که ما پرونده امنیتی داشته باشیم تا معامله با آمریکا بشه، وگرنه شما نمیتونی بری بیرون از اینجا. یعنی به همین صراحت بازجو به شما گفت که، یعنی در واقع ما میدونیم که شما جاسوس نیستید ولی لازمه که شما اعتراف کنید که جاسوسید که ما بتونیم اون وقت با امریکا یا یک چیزی از امریکا بگیریم یا اینکه زندانی مبادله بکنیم. بله بله، خودش به من گفت که ما از امریکا پول ایرانی میخواییم برگردونیم. زندانی ها ایرانی تو زندان امریکا هستن، میخوام برگردونیم. شما باید جاسوس باشی که من که ما یه پرونده داشته باشیم. باید اینجوری باشه. من خیلی تعجب کردم که اینجوری رود پوست کنده به من گفت. اون وقت شما اون اعتراف کردید که شما جاسوس هستید؟ اونطور که ازت خواسته بودن؟ بله، چون چاره دیگه نداشتم. من به کسی و کشوری و هیچ کشوری به هیچ کسی خیانت نکردم. فقط به خودم فقط به خودم خیانت کردم. خیلی سخت بود ولی باید اعتراف کنم که جاسوس باشم و دیگه نمیتونم همینجوری ادامه بدم. تحت فشار زیاد بودم
ولی فقط به زبان انگلیسی و زبان فارسی یه جمله نوشتم. من جاسوس آمریکا هستم. I'm a spy for the United States. بس. دیگه هیچی از من نمیخواست. فقط این. اون وقت بعد بر همین اساس شما رو محاکمه کردن و به 10 سال زندان محکوم کردن. بله بله. پیش آقای صلواتی دادگاه انقلاب رفتم و به من 10 سال داد. صحنه دادگاه چطور بود؟ شما وکیل داشتید؟ وکیل داشتم ولی آقای صلواتی نذاشتن که وکلهای من صحبت کنن. فقط یه بار در آخر جلسه دادگاه وکیلم میتونست یه بار فقط یه بار صحبت کنه و هم مهم نبود چون تصمیم از پیش گرفت که من باید 10 سال داشته باشم. شما فکر میکنید که این موضوع بازداشت شما و افرادی امثال شما که به این شکل بازداشت میکنن صرفا گروگانگیریه یا اینکه مقاصد دیگه ای هم ممکنه پشت سر این باشه؟ اول من فکر میکنم این گروگانگیریه. شک ندارم که یه بخش دولت ایران این کار میکنه. ولی از لحاظ دیگه من هم فکر میکنم که یه بخش دولت ایران یعنی این رژیم این نظام ایران دوست ندارن که با کشور غربی یا مخصوصا آمریکا یه روابط عادی داشته باشن. اونا واقعا اینجوری میبینن که روابط عادی با کشور غربی مخصوصا با آمریکا یه چیزی خیلی خطرناک. راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم به دلیل اینکه شما یک مقاله اخیراً منتشر کردید در نشریه فارن افرز که نظرتون میگید که در 40 ماهی که شما در زندان بودید نظرتون راجع به روابط ایران و امریکا عوض شد. حالا قبل از اینکه راجع به نظر جدیدتون صحبت بکنیم شما بگید نظر قبلیتون چی بود؟ فکر می‌کردید که بایستی روابط بهتر بشه، درسته؟ درسته. من مثل اکثر مردم آمریکا من معتقد بودم که آمریکا و ایران نباید با هم دشمنی باشه و ایران فقط مثل یه کشور اقتدارگرا مثل روسیه مثل کشور دیگه تو خاورمیانه و همه کشور اونا میتونن با آمریکای روابط عادی داشته باشن. چرا ایران نمیتونه؟ و فکر میکردم که باید ما آمریکایی‌های دولت آمریکا اشتباه میکرد که ما اینجوری با ایران خصمانه رفتار میکنیم. و بعد از برجام من فکر میکردم که این وقت خوبی بود که بریم ایران، بهتر این کشور بشناسیم. واقعا فکر نمی کردم که اونجا خیلی خطرناک برای این خارجی، برای این پژوهشگران خارجی باشه. البته شما میگین که به بازجوتون هم این مطلب رو گفتین و گفتین که شما فکر میکنین که آقای اوباما باید بیاد ایران و به هر حال تلاش کنه و با مقامات ایران ملاقات کنه، تلاش کنه که روابط بهتر بشه. شما اینو در مقالتون گفتین که به بازجوتون گفتین. بله دقیقا. این بازجو از من پرسید که نظر من راجع به روابط بین ایران و آمریکا چیه، یعنی نقش آمریکا تو خاورمیانه تو ایران چیه. من همین جوری بهشون گفتم که فکر نمی کنن آمریکا با ایران باید دشمن باشه. ولی اون بعدش تو دادگاه این پیام من یه مدرک علیه من شد. همین حرفی که به بازجو زده بودید؟ بله. و
بله، یعنی شما چی میخوای؟ شما میخوای که آمریکا با ایران دوست باشه؟ این جرمه. نظر الانتون چیه؟ شما فکر میکنین که نباید روابط بهتر بشه؟ اون مشکل از نظر من مشکل اینه که رژیم فعلی ایران نمیخواست با آمریکا آشتی کنه. من کاری که ما میکنیم اونا رد میکنن. قبل از اینکه آقای ترامپ از برجان بکشه بیرون و بعد قبل و بعد از این چند بار از ایران پرسید که بذار ما مذاکره کنیم راجع به موضوعات که آمریکا و کشور اروپایی علاقه دارن، ولی رژیم ایران میگه که ما بیشتر از برجام هیچ صحبت نمیخوان با شما بکنیم. یعنی در واقع این حکومت ایرانی که نمیخواد به هیچ عنوان. شما اینو در مقالتون هم توضیح دادید و اونجا توضیح میدید که به هر حال در زندان یه مقدار زیادی متوجه این موضوع بیشتر شدید که حکومت ایران بهبود روابط با امریکا رو خطرناک میدونه و فکر میکنه که برای بقای خودش خطر داره. به همین دلیل میخواد که این دشمنی با امریکا کماکان برقرار باشه. شما در صحبت میکنید که افرادی در زندان بودند که اینها از وابستگان در گذشته وابستگان حکومت بودند و از طریق اینها متوجه شدید که به هر حال حکومت به هیچ عنوان نمیخواد رابطش با امریکا بهتر بکنه. این افرادی که شما صحبت میکنید در چه رده هایی با حکومت کار میکردن؟ یعنی مقامشون بالا بود در حکومت؟ نه تنها افرادی که با حکومت همکاری میکردن. من تو زندان 40 ماه بودم، با افراد ایرانی زیاد بودم که استاد دانشگاه، بیزنسمن و حتی افرادی که برای این رژیم از تحریم آمریکا دور می‌زدن و با مقامات سابق ایران، مقامات ایرانی سابق، همه نوع مردم توی زندان من با ایشون بودم و از ایشون خیلی زیاد یاد گرفتم. یعنی اطلاعات زیادی کسب کردین از نظر نحوه نگاه ایران به روابط با امریکا. شما از کسی در زندان صحبت میکنید که میگید قبلا در حکومت مقام مهمی داشته و او از قول آقای سعید جلیلی رئیس دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی نقل میکنه که گفته که تجدید روابط و بهبود روابط با امریکا مشروعیت خود جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال میبره و بهتره که ما یک درجه از تنش بین امریکا و ایران که قابل مدیریت باشه باید وجود داشته باشه. حالا این فرد در چه رده ای حکومتی بود؟ یعنی چقدر اطلاع دقیق داشت از این موضوع؟ من ترجیح میدم که خیلی دقیق نگم، چون افرادی که من در ذهنم هستن تانوس تو ایران هستن، نمیخوام اونا به خطر بذارم. بسیار خوب. خب حالا این افرادی که با شما صحبت میکردن آیا خودشون هم مخالف بهبود روابط بودن یا اینکه صرفا نظر حکومت رو به شما میگفتن؟ به نظر من اونا علیه رژیم، علیه دولت نیستن. اونا مردم عادی هم هستن، میخوام یه روابط به بقیه دنیا، یه روابط عادی به بقیه دنیا داشته باشه. ولی به نظر من همین موضوع مشکل برای این رژیم، چون این رژیم واقعا فکر میکنه که
یه روابط عادی با کشورهای غربی یه چیزی واقعا خطرناک با بقای رژیم. آها، شما البته صحبت دیگه ای هم میکنید و میگید که به هر حال تفاوت چندانی از نقطه نظر خصومت با آمریکا بین اصولگراها، تندروها و اصلاح طلبان نیست. شما میگید اینا دو روی یه سکه هستند. چرا این حرف رو میزنید؟ بله، چون اگه شما سخنانی به اصطلاح این اصلاح طلبا گوش بدی، ما میفهمی، راحت میفهمی که اونا همین یکی حرفا انقلابی ضد غربی ضد آمریکایی میزنن، مثل اصولگراها فرق نمی کنن، چون اونا به نفع این رژیم دینی کار می کنن و منافعشون به این رژیم دینی هم وابسته است، و اونا اصلاح طلب به عنوان میانه را واقعا قدرت واقعی ندارن، چون در بند 209 بازجو میگفت به افتخار که حتی آقای روحانی رئیس جمهور ایران هستش نمیتونه اینجا بیا، یعنی میگفت که حتی رئیس جمهور ایران آقای روحانی میخواد اینجا بیا، یعنی بند 209 بیا ببینی اینجا داره چی به اتفاق میافته، ما دارا اینجا به روی آقای روحانی حتی باز نمی کنیم. بسیار خوب. آقای ونگ، شما چطور به ایران و تاریخ ایران علاقه مند شدید؟ من چند سال پیش از زبان چی میگم، من شروع 15 سال پیش من زبان اردو یاد گرفتم و موقع که زبان اردو یاد می گرفتم فهمیدم که تو زبان اردو فارسی زیاده و تو فرهنگ هندوستان و آسیای جنوبی نفوذ ایرانی خیلی زیاد بود و میخواستم بفهمم چرا، و از اونجا آسیای میانه و ایران هم مطالعه کردم، و فارسی یه زبان خیلی مهمی بود. قبل از قرن بیستم زبان فارسی زبان اداری همه یوراسیا بود، از جنوب چین تا ترکیه، این خیلی منطقه وسیع بزرگ میشه پرشنیت سفیر. واقعا خیلی خیلی مهمه در تاریخ دنیا، و ولی امروز مردم اینجوری فکر نمی کنه اینقدر مهم ایران و فرهنگ فارسی بود حتی یک قرن پیش. و به خاطر این من میخواستم تاریخ ایران، تاریخ آسیای میانه، راجب تاریخ ایران و تاریخ آسیای میانه یعنی فارسی بان مطالعه کنم. بسیار خوب. حالا شما بعد از این تجربه تلخی که در ایران داشتید و به هر حال 3 سال از زندگیتون رو در اوین به هر حال بی جهت سپری کردید، الان نظرتون راجع به ایرانی ها و راجع به هر حال علاقه مندیتون نسبت به ایران چه تأثیری داشته؟ مشکل من واقعا خیلی با سختی در زندان اوین به سر می بردم، ولی مشکل من واقعا به مردم عادی ایران نداره. حتی یه بار من رفتم بیمارستان
بعد موقعی که تو این بیمارستان منتظر دکتر بودم، یه خانم از این پاسیا پرسید که این خارجی چیکار کرد، که چون لباس زندان تنید. بله. و این پاسیا بهش گفت که این آمریکایی، این جاسوس، این جاسوسی به اتهام جاسوسی تو زندان هستش. و این حاجی خانم از من پرسید چرا این کار کردی؟ من گفتم که من آمریکایی هستم. قبل از اینکه من بخوام بگم که جاسوس نیستم، این حاجی خانم به من گفت که دیگه لازم نیست که صحبت کنی، من میدونم چرا شما اینجا هستی. و ببخش، از طرف ملت ما میخوام بگم ببخشید. یعنی مردم ایران میدونن، تقریبا میدونن این دولت چیکار میکنه. و من شاهد، واقعا شاهد این دیرسرد و ناامیدی مردم عادی ایرانی تو زندان و غیر خارج از زندان بودم. یعنی در واقع علاقمندیتون نسبت به فرهنگ و تاریخ ایران کماکان سر جاشه. حتما سر جاشه. من امیدوارم، واقعا امیدوارم که یه روز میتونم دوباره برم ایران، من به عنوان یه مهمان واقعی، نه به عنوان یه همکار به دولت متخصم. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای جیوبانگ از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنون از شما. خواهش میکنم.